خواسته معلولان از اجرای ماده 27 قانون حمایت از معلولین عنوان شده. در مورد مفاد این قانون که گفته میشه 6 سال هم هست اجرایی نشده برامون میگین؟ وقتون بخیر باشه. همونجور که اشاره کردین، این در واقع این ماده اشاره داره به کمک هزینه ها و با توجه به شرایط در واقع درمانی و نیازهایی که به لحاظ درمانی دارن، این ماده میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. غیر از این، همونجور که میدونید، افراد دارای معلولیت با توجه به شرایطی که دارن یک سری در واقع خدمات، از جمله خدماتی برای حمل و نقل نیاز دارن و ما میدونیم که توی ایران زیرساخت‌های در واقع چه به لحاظ حمل و نقل چه به لحاظ شهرسازی انقدر پایین هست که خب اگه این کمک‌ها نباشه، افراد دارای معلولیت برای حضور در شهر، برای زندگی در شهر با مشکلات عدیده مواجه هستند. بنابراین این در واقع این قضیه کمک هزینه و این موضوعی که دولت زیر بارش نمیره و تصریح هم شده در ماده 27 مدتیه که در واقع محل مطالبه افراد دارای معلولیت هست و دارن سعی میکنن که این حق خودشون رو بگیرن، چیزی که در واقع در قانون تصریح شده و دولت هم موظف به اجراش بوده. آقای قنبرپور، وحید محلاتی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت پخش دارو گفته که ما سال آینده یقیناً دچار کمبود دارو خواهیم بود و اگر مسئولین رعایت نکنن اصلا دچار نایاب بودن دارو خواهیم شد در سال آینده. از اون طرف رئیس انجمن حمایت از معلولین گفتن بسیاری از داروهایی که معلولین استفاده میکنن اصلا در پوشش بیمه‌ای نیست. حکومت چرا هیچ توجهی به این امر انجام نمیده و معلولین تکلیفشون چیه با این وضعیت؟ این که هیچ توجهی انجام نمیده که چند ساله، به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام و در واقع شرکت‌های دارویی که با ایران کار می‌کردن این همکاری رو قطع کردن، ما با مشکل تولید دارو مواجه هستیم و همین در واقع طی حدوداً میشه 3 سال گذشته این وضع وخیم‌تر شده. در مورد بیماران پروانه‌ای این وضع وخیم هست، چون پانسمان‌هاشون اصلا تولید نمیشه در ایران. خیلی تبلیغات میکنن که ما داریم یک درصد قابل توجهی از داروی مورد نیاز داخل کشور در داخل تولید میکنیم، اما چنین چیزی نیست و ما میدونیم که ماده اولیه این داروها در واقع باید وارد ایران بشه و بعداً تولید بشه دارو. در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت هم به همین شکل هست و در واقع ما بعد از تشدید تحریم‌ها، در واقع از زمانی که از سال 97 به این طرف که با تشدید تحریم‌ها مواجه بودیم، در مسئله دارو به شدت با وضعیت بغرنجی مواجهیم. آقای قنبرپور ببخشید، قطعتون میکنم. شما اشاره کردیم به اینکه تحریم ها باعث شده ما با مشکل مواجه بشیم در مورد دارو، در شرایطی که مقام های دولت آمریکا بارها تاکید کردن غذا و دارو جز تحریم ها نیست. چجوری این باز اسم تحریم ها میاد؟ ببینید، این که جزء تحریم ها نیست محل اختلاف هست، ولی در عمل شما وقتی که یه شرکت داروساز باشید و بخواید مواد اولیه رو وارد ایران بکنید تا بتونید تولید بکنید، باید پول مبادله بشه و این پول مبادله شدن اصلا امکان پذیر نبوده. در فاصله سالهای 97 به در واقع به این سمت، این موضوع رو ما بارها و بارها شاهدش بودیم. در مورد داروهای خاص که اصلا در ایران تولید میشه، این وضع وخیم‌تر بوده. کشورهای مثل دانمارک و سوئد هم
که اون داروهای بیماران پروانه‌ای رو تولید میکنن به طور خاص، اونها هم به همین دلیل که پول نمیشه جا به جا بشه از این کار سر باز زدن و به سختی بسته‌های دارویی وارد شده. موضوع فقط به این نبوده که استثناء شده، موضوع اینه که وقتی پول نمیشه جا به جا کرد و در واقع ایران این مشکلات بانکی رو داره، برای دارو هم نمیتونه پول جا به جا کنه و بنابراین شرکای داروی خودش رو از دست داده. آقای قمبرپور، حدود یک دقیقه فرصت داریم. دو بار هست که معلولین میخوان تجمع بکنند و بعد نیروی انتظامی و حکومت نمیذاره. تجمع افراد دارای معلولیت جسمی چه خطری برای حکومت میتونه داشته باشه که جلوشو میگیره؟ حکومت الان به ویژه با تجربه‌ای که از اعتراضات سال گذشته به دست آورده، از هر گونه فرصتی که مردم اونجا بتونن گرد هم بیان جلوگیری میکنه. حالا این موضوع میخواد در واقع مربوط به افراد دارای معلولیت باشه یا اینکه نه مسائلی مربوط به حجاب و سایر چیزی، در واقع از هر پتانسیلی که بخواد منجر به جمع شدن و گرد هم اومدن مردم بشه جلوگیری میکنه. بنابراین این اصلا در واقع ربطی به این نداره که خواسته افراد دارای معلولیت چقدر منطقی و تازه در واقع در اجرای قانون هست باشه. این صرفا جلوگیری از پتانسیل جمع شدن مردم تجمعی هست. سپاسگزارم از شما. سینا قمبرپور، روزنامه‌نگار اجتماعی از پاریس فرانسه.